سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه توی این ویدیو میخوام در مورد کاربردهای هوش مصنوعی و پردازش تصویر توی صنعت و تولید صحبت کنم که خیلی جالبه و کاربردهای جالبی داره و روز به روز هم داره بیشتر میشه اول به طور کلی بخوایم صحبت کنیم الان هوش مصنوعی و پردازش تصویر داره توی خط تولید کارخونه ها خیلی ازش استفاده میشه و گفته میشه که الان مثلا کارخونه ای مثل تسلا تقریبا 70 درصد فرایندش الان به صورت خودکاره کلا این به صورت روباتیک شدن فرایند ها یه بخش زیادیش مکانیکیه و یه بخش زیادیش هم نیاز به پردازش تصویر داره حالا چه با هوش مصنوعی چه بدون هوش مصنوعی اما شامل این میشه که یه سری دوربین هایی در طول خط تولید از جای مختلف کارخونه هستند و تصاویری که از قسمت های مختلف خط تولید میگیرن میان اون ربات هایی که وجود داره در کارخونه و افرادی که توی کارخونه در حال کارن حضور اینها رو کار کرده اینها رو بررسی میکنه و جایی اگه لازم باشه که مانیتور بشه که یک روباتی آیا کارشو دار درست انجام میده یا اشخاص سر جاشون درست هستن این به طور کلی میشه گفت یکی از کارکردهای کلیشه که یه جور نظارت خودکار میشه توی خط تولید یک کارخونه وجود داشته باشه اما کارکردهای جزئی تری هم داره که الان به صورت جزئی به اونا میپردازیم یکی از کارکردهای جالبش تشخیص نقص هست ببینید یه اصطلاح جالبی هست به نام با عنوان اینکه عدم تشخیص عیب تو محصولات بیشتر از تشخیصش هزینه بره یعنی اگه محصولی برسه به آخر مسیر تولید و یا برسه به دست مشتری و معیوب باشه خب این هزینه ضرری که میده بیشتر از اینه که حالا یه سیستمی اونجا جاگذاری بشه که این ایپ ها رو تشخیص بده برای نمونه چیزهایی که توی عکس میبینید اینا یه نمونه های مثلا توی این پیچ مثلا دوربین گذاشته میشه که بتونه حالا عیب چیز تولیدی رو تشخیص بده اون چیزی که تولید شده دوربین های کار گذاشته میشه روی خط تولید تو قسمت های مختلف که اون اجزای معیوب رو شناسایی کنن آموزش میبینن اجزای معیوب رو شناسایی کنند و از چرخه خارج کنن یا مثلا توی صنایع داروسازی یا کارخونه‌های داروسازی قرص هایی که خیلی مهمه این توی داروسازی مثلا توی این بسته بندی ها قرص ها همش سالم باشن همش پر باشه شکسته شده نباشن و اینو خب یک انسان نمیتونه دونه دونه چک کنه یا خیلی نیروی انسانی زیادی میخواد و اینو با پردازش تصویر میتونن با تعداد خیلی بالا چک کنن برقای قرص زیادو یا حالا خب خیلی کارکردهای های دیگه ای میتونه داشته باشه توی تشخیص خراش یا خوردگی توی سطوح اجسام یا هر محصولی تشخیص خراش و خوردگی شکستگی اینا هم کارهاییه که میشه با پردازش تصویر به صورت اتوماتیک انجام داد مورد دیگه توی صنایع برشکاری یا دستگاه های برش که پردازش تصویر خیلی توش استفاده میشه چه حالا برش لیزری باشه چه برش با این دیسک های چرخشی و با اینکه لیزر اکثر موارد دقیق تر از این بر... چرخشی عمل میکنه توی برش ولی بعضی چیزها رو لیزر نمیتونه ببره و لازمه که توی این کاترهای روتاری هم یک سیستم نظارت پردازش تصویر باشه که بر اساس یه الگویی که بهش داده میشه دیگه حرکت دستگاه به صورت اتوماتیک خودش کنترل بشه یا حتی برای لیزر دستگاه برش رو هدایت کنه به بر اساس طرحی که میخوایم برش داده بشه یکی از موارد دیگه که به نظر من خیلی جالب و ضروریه تعمیرات قابل پیشبینیه یا انگلیسیش میشه پردیکتیو مینتیننس خب میدونیم تو صنعت دستگاه ها کارها اینا همیشه استهلاک دارن خوردگی دارن ممکنه یه جایی برسه عمرشون تموم بشه یا دچار تخریب و شکستگی بشن در این حالت ممکنه خط تولید خب بخوابه به خاطر یک دستگاه یا یک ابزاری که اون وسط خراب میشه کل خط تولید یا یه قسمتیش بخوابه و این خب خیلی ضرر به بار میاره تا تعمیر بشه در این صورت خب خیلی وقتا تو خیلی کارخونه ها هستند هستن که مداوم نظارت میکنن که ببینن ابزار و دستگاه ها توی چه شرایط و کیفیتی هستن تا به اون مرحله نرسن اما این هم میشه توسط پردازش تصویر و هوش مصنوعی بیاد این هم اتومایز بشه و به صورت اتوماتیک در بیاد و علاوه بر اون میتونه دقیق تر هم عمل کنه گاهی وقتها خب شاید یک چیزهایی از از دید یک انسان ناظر پوشیده بمونه و ولی خب الگوریتمی که بر اون کار طراحی شده همیشه اون نظارت رو با یک کیفیت خاص توی یک سطح انجام میده مثلا میان تصویر دستگاه ها یا ابزار ها رو به یک نحوی حالا آخر روز عکس گرفته میشه یا به صورت مداوم دوربین اگه باشه گرفته میشه و الگوریتم هایی ترین شدن که خوردگی ها رو تشخیص بده نقص ها رو تشخیص بده و اعلام کنه که این الان ممکنه به زودی دوچار مشکل بشه و بنابراین به اون رسیدگی بشه و این هم از من خیلی جالبه برای جلوگیری از ضررهای احتمالی مورد بعدی نظارت بر استانداردهای ایمنیه خب توی محیط های کار و صنعتی خیلی موضوع مهمیه و طبق استانداردهایی تو هر محیط مخصوص کار کنان باید یک پوشش خاصی داشته باشند یک تجهیزات ایمنی خاصی رو داشته باشند و معمولا برای نظارت روی این کار یک شخصی باید نظارت کنه یکی یکی و همیشه بالا سر اونا باشه تا نظارت کنه که این پوچش ایمنی یا تجهیزات ایمنی سر جاشون باشن اما این همیشه با کار گذاشتن یک یا دو سه دوربین و ترین کردن یا راه اندازی یک الگوریتم هوش مصنوعی و پردازش تصویر بیاد تشخیص بده روی کارکنان ببینه کلاه ایمنی پوشیدن یا نه جلیقه ایمنی پوشیدن یا نه بر آیا توی فاصله مناسب از دستگاه ها وایسادن یا نه مثلا شاید بعضی دستگاه ها اپراتور نباید از یه حدی نزدیکتر بشه دستش نباید از یه حدی نزدیکتر به یه قسمت خاصی بشه و در صورت که نزدیکتر بشه سیستم آلارم بده خب این خیلی مفیده جایی ممکنه کارگری اونجا داره خوابش میگیره حواسش نیست و دستش بیشتر از یه حدی به یک تیغه نزدیک میشه و اون سیستم پردازش تصویر میتونه اونجا آلارم بده و از آسیب های احتمالی جلوگیری کنه و حتی سیستم هست وقتی یکی میفته زمین سریع تشخیص میده افتادن زمین رو و آلارم میده و این جور چیزها خیلی میتونه توی ایمنی محیط کار ببره بالا سطح ایمنیو و خیلی از آسیب های احتمالی جلوگیری کنه یه مورد بعدی استانداردهای بسته‌بندیه توی خیلی از سیستم ها یا تو خیلی از محصولات تقریبا تو همه محصولات خب بسته‌بندی مهمه اما توی یه سری ها شاید خیلی مهمتر باشه و بیشتر به چشم بیاد مثل محصولات دارویی یا خورده فروشی و سیستم های هوش مصنوعی پردازش تصویر میتونن یکی یکی همه محصولات رو با تعداد بالا نظارت کنن و اونهایی که معیوب هستن یه مقدار مشابه همون مورد تشخیص نقصه حالا با تمرکز بیشتر روی قسمت بسته و اینا سیستم هایی و میان میشه یعنی در واقع ترین کرد برای محصول خاص که بتونه فرق بسته بندی سالم و معیوب رو تشخیص بده و در این صورت اونی که معیوبه از سیستم از یا از چرخ خارج کنه یه سری از کاربورد هایی هم هست که خب اینا خیلی کاربوردشون مشخصه مثل تشخیص بارکود یا تشخیص متن خیلی جاها کار رو برای انسان ها خیلی راحتتر میکنه و سریعتر میکنه به جای اینکه یکی یکی بارکود ها رو حالا دستی کد نوشته بشه یا دستی با دستگاه بارکد بزنیم اینا به سرعت که از جلوی ماشین رد میشه بارکدش خونده بشه و اگه بارکدش معیوب باشه از چرخ خارج بشه و خیلی جاها ربات هایی ساختن که اتوماتیک توی انبارها میرن بارکد همه یه چیزا رو میخونن ورودی خروجیا رو و حساب انبار رو دارن و خب این خیلی کاربرد فکر می کنم ساده تن که همون میدونیم که چه میشه داشته باشه تشخیص بارکد و تشخیص مات. این همون موضوعی که اشاره کردم مدیریت انبار و موجودی سیستم های بینایی کامپیوتر میتونن خطا رو کمتر کنن چون کاملا اتوماتیک و به صورت کامپیوتری این کار انجام میشه مخصوصا توی انبارهای بزرگ شرکت های مثل ایکیا آمازون و اینجور شرکت ها دیگه دارن از درون ها استفاده میکنن درون ها توی سطح انبار حالا تو فضاش پرواز میکنن و همه آیتم ها رو چک میکنن ببینن کجا موجودی کمه توی کدوم قفس موجودی داره کم میشه داره تموم میشه کاملا همیشه به صورت آنلاین موجودی انبار رو دارن و میتونن اگه چیزی ناموجود شد بفرستن به پیام بفرستن که دوباره سفارش داده بشه انبار پر بشه و این قابلیت خیلی جالبیه برای مدیریت انبار و موجودی بین پیکینگ هم من واقعیتش اصطلاح فارسیش رو پیدا نکردم چون من خیلی تخصص ندارم تو این قسمت ها اصطلاح فارسیش رو نمیدونم اگه دوستان میدونید حتما تو کامنت ها بنویسید این حالتیه که وقتی یک حالا محفظه یا ظرفی هست و پر یه قطعه ای هستش و نیاز هستش که حالا قطعه ها یکی یکی اونجا برداشته بشه معمولا یه کارگری حالا اون از اینجا برمی یه کاری روش میکنه میندازه توی سبد بعدی و به این ترتیب قسمتی از خط تولیده این قسمت اگه بخواد توسط یک رباتی اتومایز بشه یا اتوماتیک بشه یه مقدار از نظر پردازش تصویر فرایند پیچیده چون ممکنه اون آبجکتی که یا اون ای که اگه بخواد توسط یک دست رباتی برداشته بشه مخصوصا اگه یه مقدار کاری داشته باشه پردازش تصویر سیستمش اول باید بیاد اون استخره به قول معروف پر قطعه رو نگاه کنه یه قطعه رو تشخیص بده بدون سر و تهش کجاست جوری برش داره به صورت سبودی گاهن به صورت اکثرا به صورت سبودی باید بتونه مدل و عمق اون شی رو ببینه و بعد محاسبه کنه که با چه زاویه‌ای بره اونو برداره و خب این قسمت اولش پلن کردنش مدل کردنش و محاسبه کردنش و این سیستم رو ساختنه که بیشترین انرژی و کار رو میبره اما بعد اینکه سیستم ساخته شد و مخصوص اون قطعات یا اون محصول این سیستم پردازش تصویر یا بینایی تصویر ساخته شد دیگه خیلی سریع و با دقت بالا میتونه اون کار رو انجام بده حالا از اینجا برداره بندازه اونور اینجا برداره بندازه اونور و دیگه بعد اون میشه یه دقت قابل قبولی ازش انتظار داشت ولی خب یک مقدار زیادی از فرایند تولید رو اتوماتیک میکنه در کل بیشتر این کاربردهاش در حال حاضر توی همینایی که گفتم اما این خیلی کلی بود خیلی کارهای ریستری میشه براش متصور شد خودتون ممکنه یه چیزهایی به ذهن شما برسه قطعا میشه از اونها استفاده کرد برای اینکه ایده داد که تو کجا میشه چه کاری رو از پردازش تصویر خواست که انجام بده یعنی الگوریتمش ساخته بشه برنامهش نوشته بشه کدش ساخته بشه و سیستمش جاگذاری بشه که اون کار خاص رو برنامه ریزی بشه که انجام بشه و خیلی نامحدود و بینهایت کارهایی که میشه ازش خواست و واقعا دنیای گسترده و جالبیه کلا همونطور که گفتم قطعا کاربردهای های خیلی خیلی بیشتری میشه براش متصور شد و محدود به همینا نیست اینها خیلی کلی بودن خیلی به صورت ریستر تو هر شاخه ای از صنعت کاربردهای های خیلی بیشتری داره توی مواد غذایی شاید تشخیص رنگ مهم باشه تشخیص تو بعضی مواد شیمیایی تشخیص چگالی نمیدونم حالا هر کار کردی که میشه متصور شد که با بینایی ارتباط داره و تو هر قسمتی از صنعت میشه یه کار کردی براش در نظر گرفت اگه مورد جالبی هم شما سراغ دارید حتما تو کامنت ها بنویسی جالبه برام بدونم و همگی با هم دیگه تبادل ایده بکنیم خیلی جالب میشه و کلا این سری ویدیو رو من اگه براتون جالب باشه ادامه میدم که پردازش تصویر توی صنعت رو گفتم پردازش تصویر توی کشاورزی میتونیم بررسی کنیم توی پزشکی میتونیم بررسی کنیم توی شاخه های مختلف توی حوزه های مختلف پردازش تصویر بررسی کنیم و ادامه بدیم تا هی ایده های جالب بگیریم و بعد مسیر رو برای نوآوری های بیشتر باز کنیم امیدوارم براتون جالب بوده باشه و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار